خب سلام سلام بچه ها، این هفته برنامه استریم NF Tables با روتینگ و دارم از همون اطلاعات و آموزش که هفته پیش دادم در مورد NF Tables از همون استفاده میکنم، یکم بهش اضافه میکنم و میخوام توی محیط روتینگ بهتون نشون بدم که NF Tables چجوریه. این دفعه یکم جزئی تر میریم توی خود نت فیلتر و چجوری نت فیلتر کار میکنه. استریم قبلی نشون دادم که ما دو تا چین داریم تو NF Tables. خب یه چین اینپوت و آوتپوت داریم، ولی چین فوروارد رو نشونتون ندادم و چین پری روتینگ و پست روتینگ هم نشون ندادم. اگر تو حالا با یه روتر یا با لینوکس روتینگ کار کرده باشی، میدونی که روتینگ از یک شبکه، یک نتورک، پکت انتقال میده به یه نتورک دیگه. گهگداری هم نت داریم، نتورک ادرس ترنسلیشن، ولی تو این استریم قرار نیست نتورک ادرس ترنسلیشن رو نشون بدم، چون اونی که هم بازم چیزهای دیگه داره به اسم کانترکت و اینا. ولی میخوام نشون بدم که توی چه جاهایی توی نت فیلتر میتونیم رولز بذاریم و این باعث میشه که به پکت ها به کجا برسن، بعد از چه تصمیم هایی میتونیم این پکت ها رو ببینیم و حتی میتونیم اینو به عنوان یه جورای ضد دیداس، انتی دیداس بهش نگاه کنیم. خب اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم NF Tables Flow. یه روتر باید حداقل دو تا اینترفیس داشته باشه، دو تا کارت شبکه، حالا اگه مجازی باشن یا فیزیکی باشن مهم نیست، دو تا باید کارت شبکه داشته باشه که هر کدومشون تو یک شبکه جدا قرار بگیره. فرض کنیم یه سابنت داریم که اگه امیدوارم که بدونی سابنت چی هست، یه سابنت داریم که فرض کنیم 1110/24 که یعنی یه سابنت 24 بیتی توی 111 قرار میگیره و ما یه سابنت دیگه داشتیم 112/24. بذار یه وی میارم بالا اینا نشون بدم. خب اگه یکی داشتیم که 111 صفر، مثلا زومش هم میکنم که ببینیم، صفر سلاش 24 داشتیم و یکی دیگه داشتیم 112/24. یعنی ما میتونیم یه کارت شبکه داشته باشیم تو هر کدوم از این شبکه ها. فرض کنیم که یه سیستم داریم که قسمت کارت شبکه به اسم ETH 0 تو این شبکه قرار میگیره و ETH 1 تو این شبکه قرار میگیره و فرض کنیم که آدرس خود این کارت شبکه 1111/24 و این پایینه فرض کنیم که 1121/24. خب داریم نشون میدیم که یه سیستم، یه کامپیوتر هست، یه دستگاه، یه سیستم عامل هست که تو دو تا شبکه جدا قرار میگیره و ما میخوایم که بین این دو تا شبکه ها روتینگ ایجاد بکنیم. میخوایم که از یک شبکه به یک شبکه پکت انتقال بدیم، چون آدرسینگشون فرق داره دیگه. وقتی آدرسینگشون فرق داره، فرض کن یه سیستم هست که توی 1110 فرض کنیم 1110، این 1110 وقتی میخواد با یه سیستم که توی 1.1.2 پکت بفرسته به گیتوی ارسال میشه و گیتوی که ما اینجا باشیم، یه روتر باشیم که ما 1.1.1 هستیم، ما اینو دریافت میکنیم و میگیم این پکت رو باید کجا بفرستیم و ما تصمیم به ما پکت رو بررسی میکنیم، میبینیم ها destination addressش، یعنی آدرس که قرار بهش برسه، اون آدرس دریافتش اون توی شبکه قرار میگیره که من بهش یه روت دارم. پس
من از این کارت شبکه ردش میکنم، از اونی که کارت شبکه ارسالش میکنم، یعنی میگیرمش و ارسال میکنم اون وقت تو اونی که شبکه، و اون وقتی که رفت تو اونی که شبکه دیگه میرسه به اون سیستم که قراره دریافت کنه، بهش میگن روتینگ. حالا این رو ترش میکنم میذارم کنار. این NF Tables Flow اینطوریه. NF Tables و کلا نت فیلتر توی لینوکس یه اینپوت داشتیم که قبلا دیده بودیم، یه آوتپوت داشتیم که قبلا دیدیم و لوکال پروسس داریم. اگه استریم قبلی بودی یادتونه که ما از نتکت استفاده کردیم یا NC استفاده کردیم که لوکال پروسسمون باشه. ولی خب وقتی یه پکت میاد به سیستم چجوری تصمیم گرفته میشه که این برای لوکال یا نه؟ خب نگاه میکنه اگه اون پکت با یه سوکت که داره این لوکال پروسس داره گوش میده آیا به اون میخوره یا نه، و روتینگ دیسیژن هم داریم. اگه اون آدرس به ما میخوره و یه لوکال ساکت داریم که داره به این پکت گوش میده، دریافت میشه از اینپوت میره به لوکال پروسس. اگر آدرسش اون آدرس دستینیشن آدرس توی پکت آی پی خودمون باشه ولی لوکال پروسس نداشته باشیم، میاد به سمت اینپوت ولی هیچ سوکتی نیست که قبولش کنه، و این سوکت میتونه بعدش پکت ارسال کنه و از سمت آوتپوت میره به روتینگ دیسیژن و میره به سمت شبکه. حالا این روتینگ دیسیژن ها چیه؟ وقتی که سیستممون یه روتر هست، اون تصمیم که کجا این پکت رو ارسال کنه، رو کدوم کارت شبکه ارسالش کنه، توی این روتینگ دیسیژن انجام میشه. خب و ما میتونیم یه روتینگ تیبل داشته باشیم، یه جدول داشته باشیم که روت ها رو نشون میده، و من میتونم توی یکی از این ویرچوال ماشین ها که دارم، بله، اینجا یه چند تا ویرچوال ماشین دارم، سه تا در حقیقت. ما A و B رو داریم از دفعه قبل و C رو همش اضافه کردم. ببخشید که فونت ها یکم ریزم، من نمیتونم کارش بکنم. شاید یکم بتونم، نه هیچ زومی نیست متاسفانه. یه چیزی هست، حالا این کارو میکنم. Virtual View Virtual Screen 20%. ما A رو داریم و B رو داریم و C رو داریم. من اینا رو یکم تنظیم کردم که A توی یه شبکه قرار بگیره. ما میتونیم الان نگاش کنیم با این، میبینیم که این توی 10.3.1.0/24 قرار میگیره که آدرسش 10 باشه، و C هم ما میتونیم نگاه کنیم میبینیم که این توی 10.4 قرار گرفته، یعنی این همه، فقط اون 3 شو کردم 4 و B رو بینشون گذاشتم. اگه 10.4 بزنیم، B رو بینشون گذاشتم با دو تا شبکه. ما ETH1 رو داریم و ETH2 رو داریم. ETH0 فقط وصله به خود هایپروایزر، به ورچوال باکس که دسترسی به اینترنت بهش میده، ولی ما بیشتر میخوایم دقت کنیم به این ETH1 و ETH2. ETH1 توی 10.3 قرار میگیره، آدرسش نقطه 1، و ETH2 هم توی 4 قرار میگیره، و باید بتونه اگه بزنم توی A ping C که آدرسش رو تنظیم کردم تو هاست، باید بیاد بالا. خب اینطوریه. برگردیم به اینجا. نه اصلا بزن روتینگ تیبل بهتون نشون بدم. IPR IP این مخفف IP route یا IP route show. خب این به ما نشون میده که دیفالت، یعنی هر چیزی که ما روت براش نداریم، اگه به اینا نخورد برو به این آدرس اینجا. اگه برای آدرس 10.0.2.0/24 بفرستش روی، ارسالش کن روی ایترنت 0، ولی ما به این دوتا اولی کاری نداریم، ما به این دوتا پایینی کار داریم. خب میگه که اگه پکتری دریافت کردی که توی
ده سه یک صفر قرار میگیره روی چیز این قرار این کارت شبکه باشه، این ده چهار هم این یکی کارت شبکه باشه و خب این هم میخونه با همون آی پی آدرس هایی که نگاه کردیم، ایثرنت دو ده چهاره و ایثرنت دو ده چهاره. خب و خب من هم نشون دارم میتونیم از A پینگ بزنیم به C که A تو ده سه قرار میگیره و C تو ده چهار قرار میگیره. برمیگردیم به این، این روتینگ دیسیژن تصمیم میگیره که تو کدوم شبکه قرارش بگیره و اگرم تصمیم گرفت که مال خودش نیست، یعنی آدرس خودش نیست، میره به سمت فوروارد که یه دونه از اون چین های آی پی تیبلز باشه که دفعه قبل دیدیم ولی کاری باش نکردیم. بعدش فوروارد میره به پست روتینگ و نتورک، میره تو شبکه دیگه، یعنی ارسال میشه به اون یکی کارت شبکه. حالا چرا این یکی روتینگ دیسیژن انجام نمیشه؟ به خاطر اینکه ما اینجا انجامش دادیم، ما هم اینجا تصمیم گرفتیم که اگه واسه خودمونه، واسه خود روتره، مثلا اگه یه روتر داشته باشی و استش میخوای بزنی به خود روتر، اون همینجا اینپوت تصمیم میگیره که ها این بار این پکت که دریافت کردیم مال خودمونه، مال استش، میفرستیمش به لوکال پروسس. ولی خب اگه تصمیم گیره که نه این پکت برای خودمون نیست، میفرسته سمت فوروارد و فوروارد هم یه چین آی پی تیبلز، میتونی پکت رو دستکاری کنی، میتونی هر کاری میخوای باش بکنی بعدش، یا دراپش کنی. بعدش میره تو پست راوتینگ که یه چین دیگه هم باشه و بعدش نتورک. حالا پری راوتینگ چیه؟ پری راوتینگ فرصتی که تو NF tables و نت فیلتر بتونیم قبل از اینکه تصمیم گرفتیم که آیا این مال ما هست یا مال یه شبکه دیگه هست، بتونیم مثلا دستکاریش کنیم، میتونیم دراپش کنیم، میتونیم هر کاری بکنیم. یعنی اینکه اگه یه پکت بیاد و قبل از اینکه حتی تصمیم بگیریم که آیا این مال یه شبکه دیگه است، راتش کنیم، نگرش داریم، چیکارش کنیم، اگه قبل از اون تصمیم بگیری که پکت رو دراپ بکنی، میتونی اگه میدونی مطمئنی که اون پکت رو نمیخوای فورواردش کنی، نمیخوای واسه خودت نگرش داری، خیلی کمتر منابع سی پی یو میگیره. چرا؟ چون این پکت نیاز نبود تا اینجاها برسه، تا فوروارد یا پست راوتینگ برسه. زودتر از اینکه این تصمیم گرفته بشه میتونی همینجا دراپش کنی. و خیلی از سیستم های DDoS پروتکشن که روی لینوکس هستن از همین پری راوتینگ استفاده میکنن. یه بلاگ خیلی خوب هست، من تو بلاگ کلاودفلر میشه پیداش کرد، که نشون میده که هرچی زودتر یه پکت رو دراپش کنی کمتر منابع سی پی یو میگیره و بیشتر، یعنی خیلی بهتره، بهینه است. آره دیگه، و نشون میده که پری راوتینگ یه جایی که خیلی زودتر از هر کجای دیگه میتونی پکت رو دراپش کنی. فرض کنیم که میخوای یه فیلترینگ انجام بدی روی SSHت، اگر میتونی یه آی پی تیبلز بذاری تو اینپوت، میتونی بگی فلان آی پی نمیخوام دسترسی به اس اس اچ هم داشته باشه، به جای اینکه تو اینپوت بذاریش میتونی بذاریش توی پری راوتینگ و خیلی سریعتر عمل میکنه. خب حالا میخواستم بهتون چی نشون بدم. من بی دارم که روت میکنه، ای دارم که میتونه پینگ بکنه به سی، و تا اونجایی که من میدونم C هم باید بتونه پینگ بزنه. او بریم بالاتر. P هم باید بتونه پینگ بزنه به A. و اینا رو که اینا رو توی چیز تنظیم کردم، توی هاست فایل تنظیم کردم. میتونیم cat etc hosts این باشه. خب و میتونیم حتی یه بار امتحان کنیم به B هم پینگ بزنیم که روتر باشه. اوکی. اگه این اگه بتونم این نوشتار رو یکم ریزتر کنم خیلی راحت تر میشه به نظرم. نظرتون چیه؟ تو چت به من بگین که نظرتون چی هست. اگه با اینطوری اوکی هستین شاید یکم سخت باشه ببینی، ولی خیلی راحت تر میشه که نشون بدم، خیلی کمتر نیاز اسکرول بزنم.
نظری ندارید؟ چرا SSH نمیزنم به C و A؟ خب به خاطر اینکه یه مشکل با ویرچوال باکس میتونستم این کار رو بکنم اگه به هم C و به هم A یک کارت شبکه اضافه کنم که اونم به هایپروایزر روت بکنه و اونم بتونه SSH بزنه، یا اینکه میتونستم روی B NAT فعال کنم که اون کار هم نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه الان اگه از A بلند میکنم زومش میکنم که ببینید، اگر از A بزنم پینگ 1111، یه شورتکات هم میتونم بتونم شویدم، فقط پینگ 1111 هم جواب میده، خب هیچی نمیشه. و اگر هم فکر کنم TCP dump دارم، TCP dump dash VN Ethernet 0 apk add tcp dump، که زیاد پکت هست. آیا پکت میبینیم که از فکر کنم اگه بزنم icmp، آها آره، خب میبینیم که فقط پکت های از سمت A که 10.3.1.10 باشه میره به سمت 1.0.0.1 ولی بر نمیگرده، برگشتشو نداریم، به خاطر اینکه روتش میره به سمت ورچوال باکس از این روتر ولی برگشت نمیخوره، یا اصلا ورچوال باکس هم شاید اصلا قبولش نکنه چون تو اون سابنت ورچوال باکس قرار نمیگیره اینا، مثلا همین این کارو نکرده و نمیتونم این کارو بکنم. شاید در آینده بتونم بیشتر وقت داشته باشم یه لب یا آزمایشگاه بهتری براتون بسازم. حالا برای اینکه بتونم قول بعضیا meet in the middle، یکم 150% زومش میکنم و میارمش پایین همه چیشو. خیلی مزخرفه چون موسم گم میکنم. خب اینا رو میکشیم بالا چون باشه خست نیستید چه اتفاقت دارم رفت. خب میخواستم چی نشون بدم؟ بریم nf tables رو نگاه کنیم، etc nf tables.nft. خب اینو بزرگش میکنم فعلا، بزرگش میکنم یادتون نره که ما روی بی هستیم. ما تنها چیزی که اینجا داریم table ip filter chain input chain filter hook input priority، اینا این چیز میذاره داریم و اینو از قبلم داریم اینجا، اینو الان برش میدارم و این رو هم از قبل داریم اینجا که این رو هم نیاز نداره. خب من میتونم اینجا بذارم بذار پیج net nf tables هم بیاریم بالا، reference و بریم میخوام icmp رو ببینم. icmp میتونیم icmp type echo reply، قشنگ میتونیم تمام نوعای icmp رو ببینیم، ولی خب اصلا نه، بریم سمت IP 4 این باشه و پروتکلش IP پروتکل TCP ما میخواییم بزنیم ICMP. من میخوام ببینم اگه پکت پینگ روت میکنیم یه کانتر ببرم بالا، یعنی نشون بده IP پروتکل ICMP counter accept. خب و کلن تو فورواردمون ما نمیخوایم دیگه دراپ کنیم، میخوایم accept کنیم. چرا این تا حالا دراپ نمیکرد؟ چون nf tables رو فعال نکردم، استارتش ندیدم. خب
الان اینو رایت میکنم و الان NFT-F ETC NFTables.NFT. حالا اینو بازم چیکار کردم؟ بازم میارمش این پایین. چیکار کردم اینجا؟ خب حالا اگر از A بتونیم پینگ بازم پینگ بزنیم به C، بله هنوز کار میکنه. اینجا هم بزنیم watch، این روتر ها B روتر بین این دوتا watch dash N1 IP NFT دستورش چی بود یادم رفت، فکر کنم reverse داریم NFT list. آها داریمش اینجا. و بازم پاپ اوتش کنیم ببینیم داره چی کار میکنه. خب میبینی که 22 تا پکت اومد و رفته. بازم پینگ رو شروع میکنیم، 24 تا شد، 26 تا شد، 28 تا شد. حالا چرا این دوتا دوتایی میره بالا؟ به خاطر اینکه فوروارد هم از هم اون اکو ریکوست بهش میگن ICMP اکو ریکوست و اکو ریپلای، هم درخواستش از یه طرف میره و جوابش از یه طرف دیگه بر میگرده. پس برای هر پکت که ارسال میشه یکی هم دریافت میکنه، هر دو طرفشون از فوروارد رد میشه. اینش خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. حالا ما میتونیم توی میتونیم فرقشون رو، یعنی میتونیم بزنیم خب IP پروتکل و آدرسی که دست یا از اگه از این کارت شبکه اومده این کانتر رو ببره بالا، و از اون یکی کارت شبکه اومده اون یکی کانتر رو ببره بالا. بذار اینو یه بار امتحانش کنیم. خب بیمش کنیم بازم و میتونیم اینا رو با هم وصلشون کنیم. میتونیم بگیم که خب اگر input interface name is ETH1 increment that counter، اون counter رو ببره بالا، و اگر input interface name ETH2 و IP protocol SCMP counter accept، و این رو رایت کنیم، چیز میکنیم، اپلایش هم میکنیم و دوباره واچ میزنیم. کانتر ها صفر. بازم از A به C پینگ میزنیم. حالا جدا جدا باید برم بالا. آره جدا جدا میبینیم دارم میرم بالا. یعنی هر کدومشون یکی داره میره بالا. یعنی هم اونهایی که از ETH1 دریافت میشه میرن این کانتر رو میبرن بالا، میارن بالا، و اون که جواب درخواستش که از ETH2 وارد روتر میشه اون این یکی پایین رو میبره، یکی میبره بالا. خب پینگمون رو استاپ میزنیم، اینجا هم این رو استاپ میزنیم. خب حالا من چند تا چین دیگه هم باید بتون نشون بدم. بازم میایم اینجا و میبینیم که این تیبل آی پی فیلتر داریم، ولی این دوتا چین جدید که میخوام بهتون نشون بدم توی فیلتر قرار نمیگیرن. تیبل آی پی نت قرار میگیرن تا اونجا که من میگم. خب و اسم اولین چینش پری روتینگ، این رو اینطوریش میکنیم فعلا، و چین دیگه که پست روتینگ باشه این رو هم بازش میکنم، بازم میبندمش و این رو اینطوری میبندم. و این چرت و پرت های دیگه شو من حالا باید پیدا کنم تو ویکی قشنگ چی باید باشه. میزنیم تیبلز، فیگرینگ تیبلز، اینجا نیست. ای بابا ا
پیدا نمیشه. دنبال چی هستم؟ دنبال این خط این بالایش. Type filter hook forward priority save. من شاید بتونم همون نمونه از سیستم خودم در بیارم. سلام. یه لحظه سب کنید. اوکی. از سیستم خودم برش بردم. میتونم همه برات تایپ کنم. خب. این تایپش میشه نت. هوک میکنیم به اون قسمت نت فیلتر که به اسمش پری روتینگه. این دقت کنیم. این فقط اسمه. این اسم رو باید به یه جای هوکش کنیم و ما داریم به NF tables میگیم که به پری روتینگ هوک کن. پرایوریتی این فقط صفره. پرایوریتی ها میتونید تو ویکی پیدا کنید معنیشون چیه. من از قبل چون معنیش رو پیدا کردم و واسه کارهای خودم استفاده کردم میدونم که باید اونجایی که من کانفیگ روتر خودم رو درست کردم اونجا من اون موقع من میدونستم. الان دیگه معنیاشون رو یادم رفت، ولی خب دقیق میتونی توی ویکیشون پیدا کنی که چه جوریه. و پالیسی میزنیم accept اینطوری و این پایینی هم میزنیم type net hook post routing priority set policy accept. و این برای اشتباهی کردم، اینو درستش میکنم. خب این انجام شد و ما میتونیم اینجا بذاریم که خب اگر input interface نیممون ETH 1 باشه و IP پروتوکالش ICMP باشه، کانترش کن ولی دراپ کن توی پری روتینگ. اینو سیوش میکنیم، کویت میکنیم، ببینیم آیا NF Tables قبول میکنه این رو یا نه. بله قبولش میکنه و بازم یه واچ بزنیم. ای بابا قبول. آه این به یه چیز خیلی خوب اشاره کردم. من وقتی دارم میزنم NFT list table IP filter، من دارم فقط فیلتر نشون میدم، باید نت رو هم نشون بدم. شاید بتونم این طوریش بکنم. آه اون فقط تیبلز رو نشون میده. IP نت رو میتونم اینطوری نشون بدم. دوست داشتم که همه‌ش رو نشون بدم. بله خب. مثل که نمیشه. این میگه صفر. اگه بازم از این ور شروع کنم پینگ کردن. اوه این جالب شد. این نمیره بالا. این عجیب. این خیلی عجیب. بسو فکر کنم. آه چون پرایوریتی مون رو اشتباه فکر کنم زدم. پرایوریتی مون رو اشتباه فکر کنم زدم. ولی اگه ما نگاه کنیم توی فیلتر میبینیم که پکت ها هم رد شدن و هم سیز شدن. احتمالا آره. را بذار این را پیدا کنیم. خیلی جذاب شد. خب. اشتباه زدم. Configuring chains. خب. این میگه filter hook priority save. میگه base chain hooks. Pre-routing. The routing decision for these packets didn't happen yet, so you don't know if they're addressed to the local or remote system. خب اینو ما میدونیم. خب.
این همین پرایوریتی که من بهش اشاره کردم. فیلتر صفر، فیلترینگ اپریشن، the filter table، destination net، صد، صد و پنجاه، کانترکت، را، سیصد. بذار را رو بزنیم. را یعنی هرچی کم این عدد کمتر باشه یعنی زودتر توی NF tables اجرا میشه. خب پس ما بزنیم منهای 400 ببینیم چی میشه. بایش کنیم. او مشکل داره. Not supported. چه عجیب. No such file or directory. اینو بذارم صفر. قبولش میکنم. خیلی عجیبه. اینها رو بیشتر در برای نت استفاده میکنن و درسته که زودتر از چیز زودتر از فیلتر دسترسی به این پکیت ها داریم، ولی برای نت استفاده میشن معمولا. را رو میشه استفاده کرد ولی نمیدونم چرا خطا میدم. عجیبه. Rerouting. Net filter hooks. یه pre-routing رو داریم. نه این کمکمون نمی کنه. Configuring chains. نه این همین بود. خب حالا مهم نیست. این دوتا چین رو داریم. پری‌روتینگ و پست روتینگ. می‌دونیم کجا قرار می‌گیرن و توی هر موقع من یه آموزش روتینگ نت دادم اون موقع ازشون استفاده می‌کنم. حالا مهم نیست. می‌تونیم تو همین فوروارد کار کنیم. بزنیم ویم و میریم توی همین فوروارد که داشتیم این رو هم برمی‌داریم اگه برامون مشکل پیش اومد. میریم تو همین فوروارد کار می‌کنیم. چون ما اینجا دسترسی به پکیت هایی داریم که برای خودمون نیستن، برای فوروارد کردن، رود کردن به یه شبکه دیگه هست. ما اینجا نشون دادیم که میتونیم کانتر رو ببریم بالا و نتیجتا اگه بتونیم کانتر رو ببریم بالا میتونیم دراپ کنیم یا اکسپتش هم بکنیم. حالا ما میتونیم نه فقط تنها با ICMP کاری بکنیم، میتونیم کارهای دیگه هم بکنیم با پروتکل های دیگه. خب و من میخوام امروز تو این آموزش یا تو این استریم بتون نشون بدم که چجوری با حالا خیلی خیلی با این کار نکردم و دوست دارم که اسکیپی بهتون نشون بدم. بذار ببینم. اولالا چی شده؟ Module not found. چه عجیب. بذار APK APK del اسکیپی بزنم. Add escape. آه این دسترسی به اینترنت نداره برای این. آخ آخ خوب نیست. حالا مهم نیست، ما همون نتکتی که داریم میتونیم کنار بیاریم. ما تو این سیستم سی TCP dump رو نصب کردم و این رو داریم و میتونیم بزنیم TCP dump -VNI. اینا رو اگه میخوای بدونی باید بری manual page TCP dump رو بخونی. من میزنم TCP dump VNI ETH 0 و این رو میذارم همینجور باشه. و از این ور اگه فرض کنیم مثلا ping بزنم به C میاد بالا اینجا. اگه سعی کنم این رو باید scroll کنم یکم پایین تر، اگه بخوام مثلا نتکت بزنم به
سی و پورت، نه پورتش اینطوری بود دیگه، مثلا پورت 10000 میاد بالا که سعی کردی، که سعی کردی ارتباط TCP برقرار کنه با آدرس ما، ولی ما نتونستیم دریافت کنیم، ما نتونستیم کاری باش بکنیم چون سرویسیز نداریم. این اینا چی هستن؟ اولیش فکر کنم اولین پکتش مال ماست، ولی این چند تا آخریه که مونده مال NTP ما کاری داریم بزن. اینو اتفاقا فیلترش کنیم، فکر کنم اگه اینطوری بزنم، بازم بیام اینجا بزنم تو این یکی تو A بزنم NC میاد بالا. بله سعی کردیم یه TCP برقرار کنیم و این داره فوروارد میشه، این داره روت میشه. آه نشونتون ندارم که چجوری روتینگ فعال میشه. من روتینگ رو با تنظیم کردن یک CCTL انجام دادم. البته تو میتونی، شما میتونی توی همون بش مستقیم یکی فعال کنی، ولی معمولا توی اکثر دیستروها ما یه فایل داریم که cctl.conf که میتونیم حالا بیمش بزنیم، میتونیم بریم توش و یه انگار یه تنظیماته، میتونیم کرنل رو تنظیم کنیم اینجا. من اینجا زدم، من میخوام net ipv4 config all forwarding یعنی routing رو فعال کنم، گذاشتم روی یک. اگه این رو بذارم صفر و exit کنم و دستور اینی که این فایل رو اپلایش کنم cctl-p اینو صفر میکنه، و اگر این رو بازم بذارم این گوشه، اگه بازم بزنم ping c دیگه جواب نمیده. میبینید؟ ولی اگه الان برم تو همون فایل دوباره بزنمش یک، اپلایش کنم، پینگ هم میاد. اینطوری این رو فعال کردم. حالا اگر الان میخواستم چی بهتون نشون بدم؟ بذار فکر کنم، میخواستم که ها تو فورورد میتونیم خیلی کارا بکنیم، تو فورورد خیلی کارا میشه انجام داد. حالا بذاریم پینگ رو قطعش کنیم، بیاییم هم فورواردینگ رو هم انیبل کردیم، بازم برگردیم تو همین NF tables رو اینو بزرگش کنیم و خیلی کارا میشه کرد. ما الان اینجا یه مچ گذاشتیم، یه مچ گذاشتیم برای اینکه اگر input interface name it's یک باشه و پروتکلش ICMP باشه، اکسپتش کن و کانتر رو بالا. ما میتونیم این کار رو برای خیلی کار خیلی چیزا بکنیم. میتونیم بگیم که اگر input interface nameش ETH1 باشه، IP پروتکلش TCP باشه و port TCP destination portش فلان باشه، فرض کنیم که همینجا این کار رو کردیم، میگیم که interface name ETH1 و IP پروتوکال TCP و فکر کنم باید بزنم TCP دی پورت فرض کنیم 3000 کانتر دراپ، این اوکی باشه. آره قبولش کرد. خب ما میتونیم واتش رو بیاریم بالا، میبینیم که کانتر صفره، میبینیم که اگه نبیارمش پایین یکم، این سی منتظره که یه پکت تی سی پی براش بیاد. از A ما میتونیم بزنیم NC C و بعدش پورت چند بود؟ 3000 بود؟ 3000. این کانترش رفت بالا. و خب فرض کنیم که الان اینجا ما دو تا رول داریم، دو تا چیز داریم برای ETH و یکم شاید نخواهیم که اینطوری تنظیمش کنیم، یکم بهینه تر باشه مثل یه درخت انجامش بدیم. میتونیم اگه از ETH باشه یه سری رولز پروسس کنیم، اگه ETH2 باشه یه سری دیگر رو انجام بدیم.
و این رو میشه با chains انجام داد دیگه. میتونیم بریم توی این بازم بزرگش میکنم، بگیم خب chain forward داریم ولی میتونیم chain های دیگه هم بسازیم. میتونیم بگیم که خب ما chain ETH یک داریم و میگیم که ما تو این چین چی داریم؟ بذار میتونیم بزنیم که اگه ETH بخشی نه IP protocol همون رو ها، خب IP protocol ICMP counter accept رو بزنیم اینجا و بعدش میتونیم IP protocol TCP deport 3000 counter drop بزنیم. این قسمت بالایش هم یادمون نره، بزنیم که تایپش فیلتره، هوکش فوروارده و پرایور نه هوک نمیزنیم، هوک نمیزنیم، فقط میزنیم که فقط میزنیم که پالیسی accept، یعنی دیفالت پالیسیمون رو تنظیم میکنیم اینجا. این فکر کنم جواب بده. و اگه بزنیم chain ETH 2، این حالا اسم به هیچ چیزی وابسته نیست، همش بزنیم پالیسی accept اینجا، بگیم که IP protocol ICMP counter accept. خب اینطوری. بعدش این بالا ما میتونیم چی کار کنیم؟ میتونیم بگیم که if name ETH1، بازم counter میزن، counterش نیاز نیست، من فقط counter میزنم که میتونیم عددا رو ببینیم برم میدونم میرم بالا. jump ETH1 و این اگر برمیداریم و میگیم ETH، اگه ما ETH 2 هستیم، ببخشید یکم جا به جا شد، اگه ETH 2 هستیم این رو counter میزنیم و jump ETH 2 میریم، counter jump ETH 2 ببینیم آیا جواب میده یا نه. دیدش F با مشکل داشت. Unexpected deport. آره متوجه شدم، اینجا یه خطایی داشتیم. TCP TCP ما یادمون رفت، جواب داد نه. Unexpected table بیم چرا؟ آره اینجا همه اشتباه کردیم. ای بابا could not process rule not supported. خیلی وقتی این کار نکردم. اگه اینا رو برداریم امیدوارم دیگه جواب بده. بله جواب داد. خب یه راهی هست که یه دیفالت پالیسی داشته باشیم ولی دقیقا یادم نیست که چجوری این کار رو انجام بدم. بازم اینا توی ویکیش باید باشه فکر کنم، یه adding base chains configuring chains adding non-base chains میگه NFT add chain IP table chain name using the jump to chain action. آره این پالیسی اوناش نداره مثل که، و داریم جامپ رو داریم و گو تو هم داریم. میگه که خب please no difference between jump and go to. اگه جامپ بزنی پکت پروسس میشه، وقتی که چیزی نشد برمیگرده پکت will return to the chain of the calling rule after the end. However if you use go to packets will be processed in another chain, but they will not return to the chain of calling rule. In this case, default policy applied to the packet with the default policy
of the original base chain which started processing the packet. خب معنیش چیه؟ میگه که خب ما اینجا ما اینجا از جامپ استفاده کردیم و اگر پکت بیاد تو این و اکسپتش نکنیم، دراپش نکنیم، بر میگرده به این چین فوروارد ادامه میده. فرض کنیم که بعد از این خط اینجا یه خط دیگه هم داشتیم که جامپ نبود، از هر کدوم از اینا میاد بیرون، برمیگرده تو همین چین اصلی فوروارد و به تهش میرسه میگه پالیسی اکسپت. واسه همین این پالیسی اکسپت اینجا جواب نداد، به خاطر اینکه برمیگرده این پالیسی رو استفاده میکنه. ولی اگه گو تو میزدیم بر نمیگرده به فوروارد، همینجا ایت یک تموم میشه، ولی پالیسی فوروارد رو قبول میکنه به عنوان چیز، به عنوان دیفالتش. اینجا هم نمونه نشون میده، میگه که go to other chain و this rule will never be reached by this packet. یعنی این پکت که go to میشه هیچ وقت به اینجا نمیرسه. تو این مثالش میگه که اگر IP source addressش 1111 باشه و destination addressش 2222 باشه و TCP portش source portش 1111 باشه، TCP destination portش 222 باشه، go to به اونجا و اینجا کانترش میکنه ولی هیچ وقت نمیرسه به اینجا. ولی این اگه این چون این هیچ کاری نمیکنه، فقط کانتر میکنه، برمیگرده به اینجا و اینجا اکسپت میشه، اینجا مچ میکنه. و این میگه this is the second matching rule، به خاطر اینکه هیچ چیزی رو نذاشته، انگار وایلد کارد، این وایلد کارد میکنه همه پکت رو، یعنی همه چی رو داره کانتر میکنه. خب برمیگردیم به این نمونهمون که اینجا نوشتیم که NF tables هم قبولش کرده بود. خب میتونیم بازم بریم توی کجا بود، واچ میزنیم و اینو کوچیکش میکنیم، میزنیمش این کنار. این دقت کنیم به چین ETH1 و ETH2 و NC بزنم. بله این عدد پکت اینجا یکم رفت بالا، شد 3 تا پکت توی چین ETH1. ولی اگه اینو بزرگش کنم بازم فکر کنم، بله این توی فوروارد رول اصلیمون که تمام پکت هایی که ETH1 از ETH1 دریافت کرده این هم رفته بالا، یعنی اینکه ما یک کانتر جدا داریم برای TCP و این. حالا شاید ایده بدی نباشه که ما یک پینگ هم بزنیم، پینگ سی او میذاریم یه چند تا پینگ بخوره. خب حالا میگیم که میدونیم که روی ETH1 ما اینو استاپش میکنم همش چیز نکنه، ETH1 ما 10 تا پکت دریافت کردیم، ولی از این 10 تا ما میبینیم که 7 تاشون ICMP بودن ولی 3 تاشون TCP بودن از قبل. ولی ما میبینیم که اینترفیس نیم 2 روی ایترنت 2 7 تا پکت دریافت کردیم، ولی ما و میدونیم که چون اینجا هم یک کانتر رو ICMP گذاشتیم که 7 تا پکت ICMP بوده، یعنی این دوتا عدد یکی و با این یکیه، چون هیچ رول اینجا نذاشتیم برای و هیچ TCP هم ارسال نشد، یعنی از ETH2 هیچ TCP دریافت نکرد یا آره نه دریافت نکرد. و این 7 که ما اینجا تکراری میبینیم با اضافه 3 میشه 10. یعنی اگه دوست داشتی بدونی، اگه یه روتر داشتی و میخواستی که ببینی خب ترافیک از این IP چقدر میشه، میتونی یه NF tables بذاری که اکسپتش میکنه، کاری با اون ترافیک نمیکنه، دستکاریش نمیکنه، دراپش نمیکنه، ولی یه کانتر روش بذاری ببینی خب دقیقا این چقدر حجم میگیره. خب و اگرم مثلا تو خونتون میتونین یه رزبری بگیرین
بذارین جلوی سیستم خودتون و میتونید مثلا اگه دسترسی دارین به یه سویچ کوچولو از این چیزایی که 4 تا یا 5 تا پورت ایترنت داره، میتونی رزبری رو به اون وصلش بکنی و ببینی خب چقدر مثلا حجم میگیرن، یا رزبری رو بکنیش مثل یه تبدیلش کنی به یه اکسس پوینت. اگه تبدیلش کنی به یه اکسس پوینت و همه به اون وصل بشن و ایترنتش به روتر اصلی وصل بشه با کابل شبکه با ایترنت، میتونی بعدش رو همون وای فایش ببینیم کاربرا تو خونه، سیستم هایی که تو خونه هستن، گوشی ها، تبلت ها، لپتاپ ها، سیستم ها، هر کدومشون چقدر حجم میگیرن. و تنها کاری که کردی یه پای گذاشتی بینشون، NF tables روش نصب کردی و میتونی کانتر بسازی، میتونی حتی هم اگه خواستی خب من نمیخوام فلان IP دسترسی رو داشته باشه به اینترنت یا دسترسی به فلان رنج رو داشته باشه، میتونی بگی خب اگر با همین IP که داریم به جای اینکه پروتکل بزنی، میتونی IP the other destination address بذاری. و میتونم تو ویکی بهتون نشون بدم رفرنسش کجا بود. رفرنس میتونیم بزنیم IP destination address. IP destination address اگر توی مثلا این رنج گذاشته، خب از این IP شروع میکنه و به این IP تموم میشه. رنج گذاشته میگه اگه این IP فلان اینا نیست یا تو این رنج قرار نمیگیره، یا میتونی ستش بکنی، میتونی خیلی کارا بکنی و میتونی سابنتش هم بکنی. میتونی مثلا با سلش سایدر بهش میگه CIDR، میتونی با اونم مچش بکنی. خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارها. آره دیگه، اینم شد NF tables to routing. خیلی متاسفم نمیدونم چرا اون اسکیپی جواب نداد، وگرنه اسکیپی خیلی چیز جذاب و جالبیه. ولی خب ما تونستیم با همون نتکتمون کنار بیایم. امیدوارم دفعه دیگه من بتونم با همون اسکیپی کار کنم. خیلی وقت نداشتم، استریم رو دیر واسه همین دیر شروع شد، چون داشتم اینو آماده میکردم، وقت نکردم اسکیپی رو کاملا آمادهش بکنم. اگه سوال چیزی داشتین، الان وقتشه که سوالا رو بپرسین. میدونم که بعضی جاها احساس میکنم یا به نظر میرسه که من چیزها رو بلد نیستم. من این چیزها واقعا سخته که حفظ کنی. فکر نکن که باید دقیقی این چیزها رو همشون حفظ باشی، فقط بدونی که چه جوری کار میکنه، تو کجای کرنل کار میکنه، میتونی چیهایی باش بکنی، یعنی چه کارهایی میشه باش کرد، خودش خیلی خوبه به نظر. و خیلی سخته که همه این چیزها رو جزئی و دقیق بلد باشی. امیدوارم که یه قول معروف introduction داده باشم به routing با NF tables. و دوست دارم که دفعه بعد NAT رو نشون بدم، در مورد NAT صحبت کنم که اون خیلی جذابه. خب آدرس چی رو عوض میکنیم؟ من ببخشم کلمه برام آشنا نیست. آدرس سورس میگین، سورس آدرس عوض میکنیم. سورس خب توی روتینگ خالص سورس آدرس رو تغییر نمیدیم، به اون میگن سورس نت. اون یه مدل نتورک آدرس ترانسلیشنه. و اگر یه روتر خونگی داشته باشین، مثلا همون روتر نمیدونم ISP تون، خب اون نت انجام میده، اون یه مدل سورس نت انجام میده، چون پکت هایی که سیستم خودتون ارسال میکنه روت میشه به گیتوی، به روترتون، اونم تصمیم میگیره که خب این توی شبکه LAN قرار نمیگیره، برای WAN. و اون سورس آدرس رو تغییر میده به سورس، به آدرسی که روی اینترفیس WANش داره، و پورتش هم احتمالاً تغییر میده و ارسالش میکنه. ولی
پکت برگشتش باید بدونه که به کدوم سیستم باید بره. واسه همین یه جدول کانترکت داره، کانترکت تیبل بهش میگن، که اینا رو حفظه، میدونه که دقیق چه تغییراتی انجام داده. وقتی یه پکت برگرده میگه ها این پکت برام آشناست، من میدونم این چی بود و پکت دریافتش، دستینیشن ادرس اون پکت رو و پورتش رو بازم تغییر میده و میفرستش به سیستم کاربر. یعنی برای سیستم خونگی هم سورس نت داریم هم دستینیشن نت داریم. امیدوارم این جواب سوالتون کافی باشه، من نمیدونم. امیدوارم یه استریم دیگه بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم چون خیلی جذابه. سوال دیگه چیزی هست؟ اگه چیزی نباشه دیگه یه شب بخیر بگم. میگم که یه کانال یوتیوب دارم، این استریما اگه نتونستی کامل ببینی، فرصت نکردین، یا میخواین به دوستتون، خانواده، فک و فامیل، هر کی میخواین معرفی کنین، خیلی خوشحال میشم اگه این کارو بکنید. لینکشون الان توی چت گذاشتیم و یه کانال تلگرام هم داریم، یه بات هم داریم که میتونی نظراتتون رو بدین. کانال اعلام میکنه که استریم بعدی موضوعش چیه، و اگر نظراتی دارین که حالا مثلا در مورد چی استریم بکنم، یا یه مثلا چه موضوعی میخواین، یا مثلا چجوری میتونم کارم رو بهتر بکنم، چجوری میتونم دقیق تر توضیح بدم، یا اگه من اشتباهی کرده باشم، اشتباهی خواهش میکنم اگه اشتباه کرده باشم من بگید، چون من خیلی بدم میاد اگه اشتباه بکنم. همین الانش وقتی یکم احساس میکنم یه چیزی رو کم میدونم و دارم سعی میکنم درسش رو بدم، توضیح بدم، خیلی استرس میگیرم. یعنی خواهش میکنم من بگید که من اگه اشتباه کرده باشم، استریم بعدی میگم که فلان اشتباه رو کردم. آره دیگه، یک کانال، یه بات داریم، یک کانال هم داریم، و امیدوارم که استریم بعدی هم تشریف بیارین. و آره دیگه، حمید RKP، لود بالانسینگ هم توی ویدیوهای بعدی آموزش بدی، عالی میشه. او لود بالانسینگ، لود بالانسینگ خیلی چیز جذابیه، خیلی 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 جذابه. پس همین الان بهتون بگم، لود بالانسینگ کارمه، من شغلم، یعنی تو کارم لود بالانسینگ انجام میدم. و چند نوع لود بالانسینگ داریم، یه چند تا لایه ها لود بالانسینگ داریم. از لحاظ شبکه داریم، یعنی نتورکینگ لایه 4 و حتی تا لایه 7 هم لود بالانسینگ داریم. حالا من نمیدونم کدوم لود بالانسینگ رو اشاره میکنید، ولی یه استریم بعدی، و اگر میخواین که این یه موضوع باشه توی همون بات هم خواهش میکنم نظراتتون بدین و پیشنهادتون بدین. خب دیگه الان یک ساعته دارم استریم میکنم، تقریبا یک ساعته. شبتون بخیر اگه اونجا شب باشه، و تا هفته دیگه خوشحال شدم.